در ارتباط با مناسبت اول ماه می، اول ماه می که امروز 11 اردیبهشت هستش، مناسبتش به این صورت هست یا تاریخچه‌اش، در حدود 140 سال پیش در آمریکا کارگران در اعتراض به امنیت شغلیشون و بالا بودن ساعت کار، یعنی ساعت کار 14، 12 یا بعضا 16 به خیابونا آمدن و علارم این که خب به هر حال هزینه دادن، کشته دادن، زخمی دادن و تعدادی هم اونجا اعدام شدن از بازنشستگی ولی از کارگران، ولی خوشبختانه به هر حال با اون اتحاد و انسجام و اتحاد عملی که داشتن به نتیجه رسیدن و تونستن ساعت کار و 8 ساعت تقلیل بدن و امنیت شغلی خودشون رو داشته باشن. و امروز در ارتباط با بحث مطالبات خودمون وقت صحبت میکنیم، بازنشستگان، ما الان دو سال تو خیابون هستیم و دقیقا همون مطالبه داریم که کارگران در یک قرن پیش، شاید هم بیشتر، اون مطالبه رو داشتن و اون هم بحث معیشت بود که ما الان دو سال چستگان در خیابون هستیم ولی متاسفانه مسئولین گوش شنوایی ندارن. علارغم این که واقعا تورم، یعنی نمیشه تورم باید بگیم، باید بگیم واقعا قارن صحبت دوده زحمت کش و کارگران میان اعلام میکنن 47% یا 46% و نمیدونه قاره چند ها، در صورت که واقعا همه ما آگاه هستیم و میدونیم که واقعا تورم خیلی بیشتر از این هست. همین الان میبینیم بدونیم که اضافهی به کارگران یا بازنشستگان بدن اومدن از 30% تا 100% اقلام خوراکی و برها روز مایحتاج روزانه زندگی مردم رو افزایش داره یا تورم بردن بالا، در صورتی که واقعا هیچی به کارگران یا زحمتکشان یا حقوقی‌گیران هیچ دستمزد اضافه نشد. پس بنابراین این یک واقعا یک فرآیند بسیار بسیار ستمباری است که داره بر سفره کارگران و زحمتکشان، بازنشستگان و توده مردم فشار مضاعف میاره و این تنها و تنها با اتحاد و همبستگی کارگران است، بازنشستگان است و جامعه است، مردم است که بتونن خودشون از این فلاکتی که واقعا روز به روز داره بیشتر میشه و ستمی که روز به روز داره بیشتر میشه با اتحاد عمل و انسجام خودمون در محیط های کار و زندگی و در این تجمعاتی که هستیم در کف خیابون به اون خواسته ها و مطالبات خودمون برسیم. من یه بار دیگه اینجا جا داره که تشکر بکنم از حضور عزیزان بازنشسته در این فراخوانی که دادن ارتباط به بحث معیشت و روز کارگر و مجددا روز کارگر 11 اردیبهشت اول ماه می و تمام کارگران جهان و من جمله کارگران ایران تبریک و شادباش می‌گم به امید پیروزی و سربلندی همه کارگران جهان.